هفتمین روز مهر ماه برابر با 29 سپتامبر سال 1242 خورشیدی برابر با 1863 میلادی، درگذشت کریستین هبل، ادیب و منتقد آلمانی. کریستین فردریش هبل، شاعر، منتقد و نمایشنامه‌نویس آلمانی، در خانواده‌ای تهی‌دست به دنیا آمد. وی از نوجوانی به دلیل مرگ پدر برای تأمین معاش به شغلی در مطبوعات اشتغال یافت و پس از مطالعه بسیار و اندوختن معلومات خود به نوشتن پرداخت. هبل در 20 سالگی نوشته‌هایش را برای نشر به مجله‌های ادبی هامبورگ آلمان فرستاد و سپس به تحصیل روی آورد. وی در سال‌های پس از آن ضمن ادامه تحصیل کارهای ادبی خود را ادامه داد و با نگارش نمایشنامه‌هایی همچون یودیت، ماریا ماگدالنا، هرود و ماریا منه و گوگس و انگشتری او به شهرت فراوانی رسید. آثار نمایشی هبل شامل نمایش اندیشه‌ها و احساس‌های بدبینانه و نامطبوع زندگی است که روح تیره و تنهایی و شکست را نمایان می‌سازد. در نظر هبل صحنه‌های غم‌انگیز نتیجه و محصول اجتناب ناپذیر تلاش فردی است. قدرت و برجستگی فرد پیوسته با کشمکش و مبارزه همراه است و دستخوش قوانین ماورای جهان مادی است. سال 1281 خورشیدی برابر با 1902 میلادی، در گذشت امیل زولا، نویسنده و داستان سرای فرانسوی. امیل ادوارد شار آنتوان زولا، داستان سرای فرانسوی در پاریس به دنیا آمد. وی در ابتدا دارای زندگی فقیرانه‌ای بود و با تنگ دستی روزگار می‌گذرانید، اما پس از اشتغال در یک کتاب فروشی اوقات فراغت خود را صرف نویسندگی نمود و پس از انتشار چند اثر خود مورد توجه جامعه ادبی فرانسه قرار گرفت. زولا طرفدار سرسخت و یکی از پایه‌گذاران سبک ناتورالیسم و مبلغ این مکتب بود که بر اساس آن داستان باید بر تفکر علمی و توصیف دقیق استوار باشد. زولا ابتکار واقعی هنری را در رها کردن سنت‌ها و تابع زندگی زمان شدن می‌دانست و اعتقاد راسخ داشت که روش علمی بهترین روش برای نزدیک شدن به حقیقت است. وی معتقد بود که زندگی را چنان که هست باید دید. از این رو زولا برای تصویر دقیق زندگی عصر خود توصیف جزئیات را به سرحد کمال رساند و در این راه چیزی او را متوقف نکرد. او در آثار خود واقعیات را با تلخ‌ترین و خشن‌ترین جنبه‌های آن تشریح می‌کرد. سال 1289 خورشیدی برابر با 1910 میلادی، در گذشت وینسلو هومر، نقاش و هنرمند معروف قرن 19 و 20 آمریکا که در بندر بوستون آمریکا به دنیا آمد. وی از کودکی به هنر علاقه داشت، از این رو کار خود را با مصورسازی و چاپ آغاز کرد. هومر در جریان جنگ داخلی آمریکا، معروف به جنگ‌های انفصال، مأمور تهیه عکس از مناظر جنگ شد و با پایان جنگ به خلق آثار برجسته و معروف خود پرداخت. او در زمینه گرافیک نیز استعداد خوبی داشت و سالها از راه تصویرگری برای نشریات گوناگون زندگی خود را می‌گذراند. هومر سالها به نقاشی موضوعاتی از زندگی روزمره روستایی و چشم‌اندازهای آمریکا پرداخت و کم کم به شهرت دست یافت.